بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بينا اندقان عزيز ومحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتان می باشم حقوقی که الله واحد عز و اون را در قرآن کریم و پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة و سلام اون را در سنت پاک نبوی عنوان فرمودند حقوقی که در واقع در قرآن و سنت به طور کافی و وافی به طور کامل و واضح و روشن بیان شده است حقوقی که در دین مبین اسلام در مورد حقوق زنان و ارتباط با قشر زنان عنوان شده است در هیچ منهج دیگری در هیچ دیانت دیگری در هیچ قوانین دیگری یافت نمی شود پس این حقوق الله واحد عز و وجل اون را در قرآن کریم و پیانبرش در سنت نبوی بیان فرمودند و الله واحد عز و وجل خالق بشریت می باشد و از روی حکمتش و به علم غیبی که احاطه دارد در واقع اون چیزی که مناسب است با شرایط جسمانی هر کدام از قشر زنان و یا مردان احکامی وضع فرمودند به طور کلی اگر خوب دقت کنیم در کتاب و سنت در قوانین ربانی و نبوی اون چیزی که در وحی نازل شده چه در قرآن و چه در سنت این است که در وضعیت در وزئیت موجود نسبت به کل بشریت و در وضع قوانین الهی نسبت به هر کدام از این دو قشر هیچ گونه جفایی نشده بلکه یک اون قوانینی که وضع شدند مناسب است با وضعیت جسمانی این دو قشر به عنوان مثال جهاد در مورد قشر زنان از دیدگاه قرآن و سنت معاف می باشند چرا که با شرایط جسمانی اونها سازگار نیست و در روایت پیامبر علیه الصلاة و السلام می که جهاد کن الحج یعنی ادای فریزه حج برای قشر زنان خودش یک جهاد می باشد پس توجه بفرمایید که زنان حقوق خودشان را در دین مبین اسلام به طور کامل به طور کافی و وافی بدون کمترین اجحاف به اونها رسیده و حقوق اونها چه پایمان نشده است در این مورد در جلسات گذشته مسائلی به سمو حضور شما سروران گرامی رسانده شد اما اون چه مهم است یکی دیگر از حقوق زنان که بایستی هم بیان شود این است که برای یک بانوی مسلمان این حق در اختیار او قرار داده شده است که ازدواج کند و ازدواج یکی از حقوق مشروعی زنان می باشند تا در نتیجه خانواده ای تشکیل شود و اینجاست که با ازدواج این است که یک زن مسلمان در نهایت به این رغبت دارد و آرزویش این است که که پس از در واقع ازدواج کردن به قشر مادران ملحق شوند توجه بفرمایید که پس ازدواج به عنوان یک قانون و به عنوان یک حق از حقوق زنان می باشد و اینجاست که این آرزوی هر بانوی محترمی می باشد برای اینکه در نهایت پس از ازدواج به این در واقع مرحله برسد برای اینکه در آینده مادری باشد چرا که با مراجعه به قرآن کریم و با مراجعه به سنت پاک نبوی به دلایل زیادی در واقع و اسباب زیادی مشاهده می برای اینکه در واقع این آرزو و این امید در وجود یک زن بیشتر تقویت شود برای اینکه در آینده از جمله مادران باشد از همان ابتدای مرحله ازدواج دین مبین اسلام یک سری در واقع اختیاراتی برای این زن قائل شده است چون این نیست که در واقع در همان ازدواج حق زن رعایت نشود چون نیست که در واقع در همان مسئله ازدواج اجبار و اکراهی در کار باشد پس اینجاست که به همان گونه که دین مبین اسلام این حق را در اختیار قشر زنان قرار, قرار داده است بر این که شما هم در واقع می توانید با اختیار خودتان همسر آینده خودتان را چه انتخاب کنید به همان گونه که این حق را در اختیار مردان قرار داده شده در اختیار زنان هم قرار داده می شود در نشست گذشته به روایتی اشاره داشتیم برای اینکه دختری نزد سرور بشریت علیه الصلاه و السلام مشرف می شود و در اونجا در واقع شکویه ای داشتند از اون وضعیت در واقع وضعیتی که در مورد اون ناراز است نارضایتی خودش خدمت پیامبر علیه الصلاة و السلام اعلام کردند بر اینکه پدرم بر خلاف میل خودم به ازدواج پسر برادر خودش درآورد. و اینجاست که این روایت و این گفته گفته یک دختر نزد رسول الله علیه الصلاة و سلام در واقع یک امر مهمی به ما میرساند برای اینکه بله پس از حقوق زنان این است که در مورد ازدواج حق اختیار و انتخاب دارند از این بابت این دختر به خودش این اجازه داد که خدمت پیامبر علیه الصلاة و السلام مشرف شود و اون تصمیم گیری که از طرف پدر خودش انجام شده برخلاف میل و ارادهش و در نهایت از این تصمیم گیری تصمیم گیری پدر خودش در واقع ناراض بود رضایتی نداشت اینجاست که خدمت پیامبر علیه الصلاة و سلام مشرف شد و گفت یا رسول الله در واقع من در مورد این ازدواج هیچ گونه در واقع اختیار و انتخابی نداشتم اما اینکه به خاطر اینکه پدرم شرمنده برادر خودش مرا به ازدواج پسر برادر خودش یعنی پسر عموی خودم در آورد و اینجاست که در نهایت قضاوت پیامبر علیه الصلاة و سلام به حکم پیامبر علیه الصلاة و السلام به نفع شاکی بود و در روایت های زیادی داریم بر اینکه که رسول الله علیه الصلاة و السلام در واقع فرمایشش این است که در مورد ازدواج بایستی که با این دختر و یا با این زن که قصد ازدواج دارند چه مشورتی کرد رضایت اونها بایستی جلب کرد پس توجه بفرمایید از همان ابتدای ماجرای ازدواج اینجاست که همان حق از حقوق زنان رعایت می شود و اون اختیار و انتخاب خود همان در واقع دختر و یا زن می باشد مورد دوم پس از در واقع اینکه این ازدواج صورت گرفت حقوقی متعلق می شود حقوقی مترتب می شود که بایستی در واقع اون همسر بایستی چه ادا کند حقوقی از قبیل نفقه از قبیل مسکن و قبل از اونها همان حق صداق و یا مهریه می باشد توجه بفرمایید در اینجا دین مبین اسلام حقوق یک زن در واقع متکفل شده و شرط و شروطی در اینجا بایستی که قید و زبط شوند تا در نهایت حقوق یک زن پایمال نشوند از همان ابتدا که دین مبین اسلام چنین شرط میکند برای بل اینکه بله در ابتدا زمانی که یک ازدواجی صورت میگیرد اینکه رضایت ولی مطرح است وجود دو شاهد مطرح می باشد در واقع اعلام کردن اعلام کردن اون ازدواج می باشد بر اینکه یعنی در واقع اون ازدواجی که صورت می گیرد اعلام بشه تا حد و حدودی اهل و فامیل و دوستان و همسایگان و یا هم محله هم همون چه در روستا چه در شهر هر جا که باشد بایستی در واقع اینو در واقع همه بدانند که بله فلانی ازدواج کرده این هم همان حقوقی است که در اسلام بایستی رای شود حال چرا این همه در واقع شرط و شروط ایجاد می شود در ایجاد می شود زمان عقد نکاح تا اینکه در نهایت این زن بتواند حقوق خودش را ثابت کند به ویژه در شرایطی که زندگی به سختی و دشواری و به مشکلاتی منجر بشه و به جدایی پس اینجاست که در نهایت کلیه این اموری که به عنوان یک شرط و شروطی در هنگام اجرای عقد مطرح می شود اینجاست که در نهایت همه اینها به نفع اون زن می باشند از همان ابتدای اجرای عقد اون شروطی که در اونجا درج می شوند دیگر یک شوهر نمی تواند اون شروط را و اون قوانینی و اون در واقع مواد و بندهایی که در اون عقد نکاح قیت و ضبط و ثبت شدهاند، دیگر نمیتواند این کار کند بلکه مو به مو باعث اجرا کند و چنان که در یکی از موارد تخلفی داشته باشد و یا اینکه رعایت نکند به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی مسائل خواهد شد پس اینجاست که توجه بفرمایید به همان گونه که در مورد اول ازدواج کردن برای قشر زنان به عنوان یک حقی از حقوق اونها می باشند مورد دوم رعایت کردن یک سری قوانی که در نهایت به نفع او می باشد و همچنین مورد سوم که باز هم در مورد قضیه ازدواج رعایت می شوند حق اختیار و انتخاب می باشد یعنی این که اکراهی و اجباری نباشد پس روی هم رفته این مختصری است در مورد اینکه در جانب قضیه ازدواج یک سری حقوقی بایستی به عنوان حقوق زن بایستی رعایت شوند و تا در نتیجه ظلم و ستمی برخلاف فرامین ربانی و نبوی در مورد این زنچه ایجاد نشود پس این مورد اول مورد دوم عرض شد بر اینکه پس از اینکه در واقع شرا... کلیه این شرایط در مورد ازدواج رعایت شد و ازدواجی صورت گرفت اینجاست که باز هم یکی دیگر از حقوقی که در مورد زنا بایسی رعایت شود این است که حق مادر شدن می باشد یعنی به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی در صورتی که عذرهایی نباشد بیماری نباشد اگر عذری نباشد دیگر اینجاست که هیچ کس نمی تواند بر این که در واقع همسر خودش را اجبار کند اون را از مادر شدن محروم کند توجه فرمودید؟ پس مادر شدن به عنوان یک حقی از حقوق اون زن می باشد و همچنین امید و آرزوی هر زنی می باشد چرا که مادر شدن خودش یک شرافتی است مادر شدن در واقع یک جایگاه و منزلت عظیمی است در دین مبین اسلام اگر خوب دقت کنیم و به قرآن کریم و به سنت نبوی مراجعه کنیم اونجاست که میبینیم آیات کریمه ای قرآن کریم زیادی داریم روایت های زیادی داریم بر اینکه الله عز و جل و رسولش در مورد جایگاه مادر در مورد مناقب مادر و در مورد عظمت مادر فرمایشات زیادی دارند و اینجاست که در نهایت همین بانوی مسلمان که به عنوان یک مادر الان می باشد اینجاست که در قرآن و سنت به اونها توجه خاصی شده و حقوق زیادی در مورد اونها تعلق گیرد و اینجاست که در واقع این حقی است از حقوق زنان که در نهایت یک زن آرزوی این داشته باشد که مادر شود و هیچ کس نمیتواند این حق را از او سلب کند اجازه بفرمایید همین موضوع در مورد در واقع حقوق مادر در اسلام به نشست آینده واگذار کنیم آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم